ما امروز کار رو به جای رسانده ایم که مسلمان دشمن تر از مسلمان ندارد. بعضی از کشورهای اسلامی شعار اتحاد با یهود را بر ضد بعضی کشورهای اسلامی مطرح می کند. کار ما به کجا رسیده؟ مسلمان رو قتل عام می کند، به بچه مسلمان رحم نمی کند، به ناموس مسلمان رحم نمی کند، به عزت مسلمان رحم نمی کند، به کشورهای اسلامی رحم نمی کند. کران تا کران بلاد اسلامی غرق در جنگ و نفاق است که در آن نه یهود است، نه مسیحی است، نه هنود است، نه کس دیگه، مسلمان است که در نمی دانم سوریه و عراق و منطقه عربی و مصر طالبی و الجزایر و اینجا هم افغانستان و پاکستان و کجا و کجا جنجال خلق میکند و روزی نیست که دامن مسلمانان از خون عزیزانشان تن تر و سرخ نباشد. ما با همین تبلیغات فضا را به وجود آوردیم. دهن ملای شیعه بشکند که بر ضد سنی تبلیغ میکند و دهن ملای سنی بشکند که علیه شیعه تبلیغ می کند. حاصلش همین است که امروز ما گرفتار آنیم. نه دولت کار رو حل می تواند، نه مردم کار رو حل می تواند. هر کجا در بلاد اسلامی قدم بگذاری، آخر دیروز جنگاوران مورد قتل و غارت قرار می گرفت، امروز خانواده ها و مردم بی طرف نه تنها اطفال مسئول نیستن، زنها مسئول نیستن، نوامیس مردم مسئول نیستن. برای آن که ما راه پیغمبر رو رها کردیم و راه شیطان رو در بین مردم تبلیغ کردیم، سنت شیاطین رو دنبال کردیم، هر کدام ما جزء لشکر ابلیس گردیدیم و جامعه خود رو پاره پاره و تکه تکه کردیم. وانگهی هم گله داریم که خدا لعنت کند این را، خدا لعنت کند آن را، چنین بلایی را به سر ما آورده. من معتقدم سازمانهای جاسوسی بین المللی، ابرقدرتها، دشمنان اسلام تلاش میکنن بین ما خرابکاری کنن، اما زمانی که ما آماده نباشیم کس خرابکاری نمیتواند. پدری که با اولادش بد برخورد دارد و ناقص معامله می کند، فرزندش توسط دشمنانش استخدام و خانوادش رو برباد می کند. مرد مدبر وقت فرزندانش رو با برخورد درست از عواطفش سرشار کند، هیچ کس در درون فامیلش نفوذ کرده نمی تواند. این ماییم که بهانه به دست دشمن داده ایم. مسلمان روز جمعه لباس سفید می پوشد، اسلحه بر می دارد، مسلمین رو برای رضای خدا قتل عام می کند، ناموس مسلمان رو برای خدا حتم می کند، امنیت مسلمین رو برای خدا برباد می دهد و از بین می برد. یک شبه به وجود نیامده. 1300 سال پس از پیغمبر و پس از ائمه راستین، در حدود 1000 سال منظم شیعه بر ضد سنی و سنی بر ضد شیعه تبلیغ کرد. امروز حاصلش تکفیری هاست، حاصلش اینه. بعد در افغانستان ما بلیه شیعه و سنی رو داشتیم، بلیه اقوام هم بر او علاوه شد. فلانی پشتوست، فلانی هزاره است، فلانی تاجک است. از اول گفته شد نکنید این کار را، هزاره رو نکشید که پشتو هم کشته خواهد شد، پشتو را نکشید که تاجک هم کشته خواهد شد، تاجک رو تحقیر نکنید
که همه مردم تحقیر خواهد شد. ما زدیم یکی دیگر را به نام این و به نام آن. امروز این چه بلاست که دامنگیر مردم افغانستان شده؟ در مشرقی مردم مسلمان پشتو زبانه، نه کسی دیگر. بچه مسلمان ها نماز میخوانن، قرآن میخوانن. برای خدا مسلمان های پشتو زبان رو روی مین می نشانه، منفجر می کنه که تکه تکه به آسمان پرتاب شود. در قندوز و نمی دانم بدخشان و کجا و کجا، فاریاب و جوزجان، هم تاجک رو قتل عام می کند، هم بی حرمتی نسبت به نوامیس اونا می کند، هم ازبک را. هزاره که هیچ مسیر امن ندارد. در دره قربان باید قربانی شود، در دره میدان باید قربانی شود، در مسیر کابل غزنی باید قربانی شود، در مسیر قندهار باید قربانی شود، در مسیر هرات باید قربانی شود، در اطراف ولایات باید قربانی شود. و بالاخره 7 نفر مظلوم، زن، کودک، مرد پیر، مرد و از پای افتاده، چند روز پیش در زابل گردن اینها رو با کارد می برن، گوین که یک مرغ رو گردن می کنن و بیچاره ها را با او از فجی به شهادت می رسانن. ما به کجا رسیده ایم؟ ای علما، ما به کجا رسیده ایم؟ به کجا میره کاروان وطن؟ ای سیاسیون، ما به کجا رو داریم؟ روشن فکران، به کجا میره این کاروان لجام گسخته که دوست زده و دشمن زده شده؟ به کجا میرویم؟ به خاطر دخترک 9 ساله که خونش انقلاب تبسم در دنیا نام پیدا کرده، دنیا به حال بیچارگی و درماندگی افغانستان گریست. ما درمانده ایم، بیچاره ایم. این بیچارگی است، این قوت نیست یک طفل رو سر بریدن، این قدرت نیست یک طفل رو پرپر کردن، این درماندگی و بیچارگی اخلاقی یک ملت است. ملت افغانستان، به چه بیچارگی رسیده اید؟ طفل شما رو میگیرد جلوی روی شما، مانند یک گیا پاره میکند و میاندازد. این کجای درماندگی افغانستان است؟ ما چقدر درمانده شده ایم؟ دولت مردان، باد در غبغب نیاندازید، بیچاره اید. علما در مساجد و حسینی ها و نمازهای جمعه و خطبه های عید گردن فرازی نکنید، سخت زندگی ننگین دارین، سخت بیچاره اید، سخت درمانده اید. مصیبت زابل مصیبت مردم جاغوری نبود یا خانواده های اونها، این درماندگی انسانیت بود، درماندگی بشریت بود. این بیچارگی و روسیاهی مسلمین است. شکریه آخرین لحظه هم خندید، او میخواست با گلوی بریدهش هم خنده رو نثار مردمش کند تا زندگی مردم از این عبوسی و خصومت و نفرت و دشمنی خارج شود. و این درماندگی ماست. تظاهرات هم که به این رابطه اتفاق افتاد، هر کس میخواد به نامش کند دروغ میگه. مردم از بیچارگی برآمدن فریاد کشیدن، زن و مرد فریاد کشیدن. برای اولین بار است که زخم گردن شکریه قلب تمام مردم افغانستان رو پاره کرد.
و همه گفتن بسه، بیشتر از این درماندگی و بیچارگی باید به وجود نیاید. پشتو گریه کرد، تاجیک گریه کرد، ازبک گریه کرد، اما ای مردم این حرکت بسیار قابل ستایش است. ما توانستیم مظلومیت خود رو به صورت آفتاب اندازیم تا دنیا شاهد درماندگی و بیچارگی ما باشد. ولی تا زمانی که خود ما تصمیم به حل مسئله نگیریم و بخواهیم از هر قضیه استفاده سو و ناجایز کنیم، کار ما به جایی نمیرسد. مرگ شکریه، ببینید فرخنده در کابل یک دختر مسلمان قرآن خان به نام دشمنی با قرآن آتش زده شد در برابر چشم همه مردم. این ننگ بر ما مردم افغانستان، این ننگ شسته نتانستید که رخشانه به او وضع فجیع در غورات سنگسار شد. اونجا شرف انسانی و شرف ملی مردم افغانستان و شرافت و عزت اسلامی مردم افغانستان سنگسار شد. بعد جنازه رو نشان دادن به نام جنازه رخشانه که ما تحقیق کردیم، گفتن دختر بیچاره است که در شرق افغانستان مورد تجاوز قرار گرفته و جنازه اش را بیرون انداختن. برای دیگر ما مورد ننگ و شماتت دنیا قرار گرفتیم. و بالاخره فاجعه زابل فاجعه شد که تاریخ گریست، زمین گریست، آسمان گریست، انسانیت گریست، مجامع بین المللی گریست. آخر دولت افغانستان، مردم افغانستان، علمای افغانستان، روشن فکران افغانستان این فاجعه رو تا کی ادامه میدید؟ تا کجا؟ پشتو از این استفاده کرد، تاجک از این استفاده کرد، ازبک از این استفاده کرد، و حتی ما هزاره ها که اینا در ظاهر از ما بودند و پاره های قلب و جگر ما بود، چه آید حال ما شد جز درماندگی و بیچارگی و سرفکندگی در برابر همه جهان. من از اونهایی که رفتن تا ارد، همه جا خانه این مردم است، در هر کجای خانهش حق دارد غربت و مظلومیت خود را فریاد بکشد. من از اینها تشکر میکنم. ضعف های هم اگر در این جریان به وجود آمد، به حرکت مردمی تعلق ندارد، ولی ببینیم که از این به بعد چگونه عمل میکنیم. وقت تمام شده، حرف من زیاد مانده، فقط یک مقدار صحبت مختصر دیگه میکنم و صحبتم رو تمام میکنم. ببینید برادران، ما یک مشکل داریم از نظر روانشناسی که یک کار رو مقطعی انجام میدیم. ما نماز میخوانیم فقط در ظهر، نماز میخوانیم فقط اول صبح، نماز میخوانیم فقط اول شب. معنای نماز اینه که صبح که از غفلت خواب بیدار شدی، برو با خدایت رفاقت کن تا نماز ظهر در حضور خدا باش. نمازت همو یک لحظه نباشد، این وسیله حضورت در پیشگاه خدا تا نماز ظهر باشد. هر نماز رو که میخوانی تا نماز بعد باید در حضور خدا باشی. ما چون نماز رو در 5 دقیقه انجام میدیم، بعد دیگه از حضور خدا خارج میشویم. وقتی از حضور خدا خارج شدیم، شیطان بر دوش ما سوار میشه، گناه میکنیم، بدی میکنیم. اگر خود رو با نماز در محضر خدا قرار بدیم، تا نماز ظهر احساس کنیم در برابر خدا کارها رو انجام میدیم، گناه نمیکنیم. وقتی در مسائل سیاسی یک داعیه رو مطرح میکنیم، فقط همونجا تمام میشه شعارهای ما، دیگه سیاسیون به قول ایرانی ها ککشون هم نمیگذه.
همه هم خیال میکنه که اینها یک غال مغال میکنند و میروند و همه چیز تمام میشه. ما باید دولت مردان، سیاسیون، زعما، رهبرا و بزرگان، حتی علما و بزرگان روشنفکران خود را متوجه بسازیم که ما بعد از این لحظه‌ای برخورد نمی کنیم. ما باید در بین مردم، در دوران شهید مزاری در غرب کابل ما یک شورای مساجد به وجود آورده بودیم که در یک ساعت همه تصانیم به مردم منتقل می شد و در یک ساعت همه مردم عکس العمل می توانست نشان بده. امروز فقط یک سر و صدا را می اندازیم و دنباله قضیه تمام می شه. من شما رو دعوت به مظاهره نمی کنم، توضیح می دم. حرکت های از نوع آن روز انگیزه می خواهد. شکریه بود که همه مردم رو به میدان آورد، اما نخبه های مردم باید قضیه را به شکل منطقی معقول، بدون آن که در روند زندگی عادی کشوری جنجال و مشکل ایجاد شود، به گونه عقلایی و منطقی باید استمرار بدن و بزرگان باید متوجه باشند که مردم یک لحظه غفلت نخواهد کرد. وقتی ما شعاری میدیم و به دنبال آن غفلت میآید بر همه قضایا حاکم میشود، همین است که همگی حرف ما را از این گوش میشنوند و از آن گوش خارج میکنند. تظاهرات از اون نو جنازه شکریه میخواهد و من امیدوارم خدا دیگر روزی نیارد که ما جنازه شکریه مانند را بر روی دوش خود تشییع کنیم. بگذارید فرزندان این کشور، دختر و پسر، با خنده و با تبسم زندگی آرام و اطمینان بخش را ادامه دهند. ولی خوبان مردم، چیز فهمان مردم، نخبه های مردم، علمای مردم، روشن فکران مردم، متنفذین مردم باید به منزله هشدارهایی باشد که سیاسیون، رهبران، زعما، دولت مداران و امثال اینها را همیشه هشدار دهند کاری نکنید که خون شکریه را باز به یاد مردم بدهیم و مردم بر سر دادخواهی و مؤاخذه شما حرکت نمایند و اقدام نمایند. ما باید نظارت ملی را علی دوام داشته باشیم. اگر امروز یک کسی را مورد سؤال قرار دادیم، او سؤال رو جواب داده تانیست یا نتوانیست، پشت سر سؤال خود بریم معذرت خواهی کنیم، من مسئول نبودم، خدا لعنت کنه پسر مرجانه را. حرف رو که یزید ابن معاویه گفته خدا لعنت کند پسر مرجانه را. ما هم تلاش کنیم نزد ارباب سیاست و ارباب قدرت گناه را به گردن یک دیگر بیندازیم. گناهی نیست تا به گردن کس بیندازیم. سؤال حق مردم است، بازخواست حق مردم است. به اونهایی که مردم رأی داده در دولت یا در پارلمان فرستاده، این حق مردم است که از اونها بپرسد برای ما چه کار کردین، کدام مشکل ما را حل کردین. امروز مسئله امنیت در افغانستان حرف اول رو میزنن. باید همه مردم همکاری کنن، همه علما همکاری کنن، همه روشنفکرا همکاری کنن و دولت باید همکاری کند. اگر همکاری نکرد مردم مجبور کند تا همکاری کند تا امنیت در این کشور تأمین گردد. تا امنیت نباشد گرسنگی هست، دزدی هست، قتل هست، قساوت هست، بیرحمی هست، همه چیز هست، بیبندوباری هست. وقت امنیت به وجود آمد، بازخواست ساده می شود، رسیدگی ساده می شود، محاکمه ساده می شود، مورد بازخواست قرار دادن ساده می شود. و چیزی که مادر همه مسائل اجتماعی است، متاسفانه امروز در افغانستان او وجود ندارد. از بدخشان تا هرات و فاریاب، از بلخ و جوزجان و نمیدانم سمنگان و قندوز تا اقصی نقاط جنوب کشور
در آتش نفاق و تفرقه و جنگ می سوزد. و من معتقدم که دولت مداران بدون آن که کمترین مسئله را در این قضیه دخالت دهد، با همراهی مردم باید برای حل این معضل اقدام نمایند. اگر مردم هزارجات خرابکار رو در هزارجات جا ندهند، با دولت همکاری کنند و دولت هم صادقانه همکاری کند، جلوی خرابکارا خواهد گرفته شد. تمام مناطق این گونه است. باید مردم صادقانه به خاطر خودشان تلاش کنند، امنیت تامین گردد و رابطه همکاری در جهت تامین امنیت بین مردم و دولت و مسئولین باید به شکل جدی به وجود بیاید، تا دیگر طفل مشرقی جلوی مادرش پاره نشود و مردان مشرقی روی بوم منفجر نگردد، تا مردم فراو و هرات و نمروز در خانه خود بی دغدغه زندگی کند و مردم شمال تا هزاره های مظلوم، هزاره هایی که شهروندی را با تمام ارزش هایش احترام دارد، راه هایش امن گردد و شکریه هایش به دست قصابان و جلادان سپرده نشود. باید این همکاری به شکل جدی به وجود بیاید و من پیشنهاد می کنم که آقای رئیس جمهور، آقای رئیس اجراییه، هیئت کابینه و مجلس افغانستان باید به ارتباط متنفذین محلی حلقه های رو به وجود بیارن تا چهره های خرابکار، خطوط خرابکاری را شناسایی و اونها را از بین ببرد و نابود کند و امنیت و آسایش را به مردم افغانستان هدیه سازند. به امید آن روز. السلام علیکم و رحمت الله.